محمد رضا شجریان اسطوره موسیقی ایران درگذشت. قبل از هر چیزی با فشردن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و دکمه زنگوله هم فشار بدید، صرفا جهت این که از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید و با لایکتون از فعالیت‌ها و کارامون حمایت بکنید. محمد رضا شجریان اول مهر ماه 1319 در مشهد متولد شد. 5 ساله بود که در خلوت کودکانه اش آواز می‌خواند. 15 بهمن 1326 به کلاس اول میره و یک سال بعد به آموزش تلاوت قرآن کریم نزد پدر میپردازه. در 9 سالگی تلاوت قرآن را آغاز میکنه و یک سال بعد این کار را در میتینگ ها و اجتماعات سیاسی آن سالها ادامه میده. در سال 1331 برای نخستین بار صدای محمد رضا شجریان از رادیو خراسان پخش میشه. سال 1332 محمد رضا شجریان عنوان شاگرد ممتاز رو در بین دانش آموزان مشهدی از آن خود میکنه و سپس در دبیرستان شاهرضا تحصیلات خود رو در پی میگیره. همزمان در مسابقات فوتبال دبیرستان‌های مشهد هم حضور مییابه و در سال 1334 موفق میشه به تیم دانش آموزی استان راه پیدا بکنه. شجریان در سال 1336 به دانشسرای مقدماتی در مشهد میره و از همین ساله که برای نخستین بار با یک معلم موسیقی به نام جوان آشنا میشه. پیگیری جدی کار آواز سبب میشه تا در سال 1338 محمد رضا شجریان به اجرای آوازهایی بدون ساز و نیز قرائت قرآن برای رادیو خراسان بپردازه. یک سال بعد شجریان دیپلم دانشسرای عالی رو میگیره و به استخدام آموزش و پرورش در میاد و همزمان به تدریس در دبستان خواجه نظام الملک بخش دکان میپردازه و نیز با سنتور آشنا میشه. آشنایی با سنتور این اشتیاق رو در وی شدت میبخشه که با نوت و فراگیری سنتور نزد آقای جلال اخباری و شروع سنتور سازی و تحقیق برای بهتر کردن صدای سنتور تجربه های خود در موسیقی رو گسترش بده. محمد رضا شجریان تا سال 1350 به این خاطر که پدرش میخواست خانواده آنها بیشتر با قرائت قرآن و چهره مذهبی شناخته بشه، با نام مستعار سیاوش بیدگانی با رادیو همکاری میکرد، ولی بعد از آن پدرش به او اجازه استفاده از نام اصلیش را داد. پس از چند سال تدریس و مدیری دبستان‌های مشهد، آذر ماه 46 به تهران منتقل میشه و از همان بعد به ورود با استاد احمد عبادی نوازنده و نواساز نامی ستار آشنا میشه و همزمان به همکاری با رادیو ایران میپردازه و در کنار آن به کلاس درس آواز استاد اسماعیل مهرتاش و انجمن خوشنویسان نزد استاد بوذری میره. آشنایی با رضا ورزنده استاد سنتور در تابستان همین سال، اجرا و ضبط نخستین برنامه در رادیو ایران که با عنوان برگ سبز شماره 216 در شب جمعه 15 آذر ماه پخش شد، از دیگر فعالیت‌های شجریان در این سال بود. در سال 1349 همکاری خود را با برنامه تلویزیونی ملی ایران آغاز می‌کند و همزمان به دریافت عنوان خوشنویس ممتاز نایل می‌شود. در سال 1350 محمد رضا شجریان با استاد فرامرز پایور آشنا می‌شود. به مشق سنتور و آموزش ردیف آوازی سبا نزد ایشان می‌پردازد. در همین سال بود که محمد رضا شجریان با شاعر گرانمایه هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه آشنا می‌شود و به همکاری با برنامه گل‌های تازه رادیو می‌پردازد. در سال 1351 استاد محمد رضا شجریان ضمن همکاری در برنامه گلها با استاد نورعلی خان برومند آشنا میشه و به آموزش سبک و شیوه آوازی طاهرزاده نزد وی مشغول میشه. آشنایی با استاد دوامی و نیز آموختن ردیف های آوازی از دیگر توفیقات شجریان در این سال بود. در سال 1352 به اتفاق گروهی از هنرمندان چون محمد رضا لطفی، ناصر فرهنگفر، حسین علیزاده، جلال زلفنون، داوود گنجه‌ای و مقدسی و حدادی و دیگر هنرمندان، مرکز حفظ و احیای موسیقی رو به سرپرستی استاد داریوش صفوت بنا می‌گذارند. از سال 1354 اجرای شجریان برای کشورهای خارجی آغاز می‌شود. استاد محمد رضا شجریان در سال 56 شرکت دلاواز رو تأسیس و نیز در سال 57 در مسابقه‌های تلاوت قرآن سراسر کشور به مقام نخست می‌رسد. شجریان در سال 58 با غلامرضا داد آشنا می‌شود و سپس آلبوم‌های مختلفی رو با گروه پایور و نیز آلبوم‌های دیگری با گروه شیدا و عارف کار می‌کنه. در فاصله سال‌های دهه 60 شجریان همکاری گسترده‌ای رو با پرویز مشکاتیان آغاز می‌کنه که حاصل آن آلبوم‌های ماهور، بیداد، نوا، دستان و آلبوم‌های دیگه‌ایه. در همین سال‌ها وی به اتفاق گروه عارف کنسرت‌هایی رو در خارج از ایران اجرا می‌کنه. از سال 68 شجریان با گروه پیرنیاکان و اندلیبی به اجرای کنسرت در آمریکا و اروپا می‌پردازند. این گروه در سال بعد و به دلیل زلزله رودبار کنسرت‌هایی رو در جمع‌آوری کمک مردم دنیا در اروپا و آمریکا اجرا می‌کنند. در سال 71 به اجرای کنسرت‌های مرحله دوم در آمریکا با داریوش پیرنیاکان، جمشید اندلیبی و همایون شجریان می‌پردازد. انتشار آلبوم یاد ایام، آسمان عشق و نیز
دل شدگان حاصل این سال هاست. شجریان ابتدا در سال 1340 وقتی 21 ساله بود با فرخنده گلفشان ازدواج کرد که حاصل آن سه دختر و یک پسر به نام همایون بود. گلفشان هم مثل شجریان معلم دبستان بود و هر دوی آنها در شهر قوچان تدریس می‌کردند و در همین شهر عقد کردند. این زندگی بعد از 30 سال به طلاق و جدایی ختم شد. در سال 42 فرزند اول شجریان راحله متولد شد. در سال 44 دختر دوم افسانه در مشهد به دنیا آمد که بعدها به همسری پرویز مشکاتیان درمیاد. دختر سوم شجریان مژگان در 27 اردیبهشت 48 در تهران متولد شد و در سال 54 همایون به دنیا آمد. شجریان در سال 1370 در 53 سالگی با دختر 26 ساله‌ای به نام کتایون خانساری ازدواج کرد و در سال 76 فرزند دیگر شجریان به نام رایان از همسر دوم متولد شد. استاد محمد رضا شجریان مدتی بود که دوران درمان بیماری را در آمریکا می‌گذراند و بعد از مدتی بامداد جمعه 26 شهریور ماه سال 95 وارد ایران شد. همایون شجریان در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی از بازگشت پدرش خبر داد و نوشت: دوستان گرامی سلام، بامداد امروز پدر به ایران بازگشتند. خدا رو شکر حال ایشان خیلی بهتر از ماه‌های گذشته است. بر همین اساس پزشکان اجازه پرواز دادند و توانستند برای ادامه این دوره به خانه بازگردند تا مراحل بعدی درمانشان فرا برسد. ممنون از لطف و محبت بی‌پایان شما عزیزان که در این روزگار قوت قلب بودید و هستید. ممنون از همه دوستانی که لحظه به لحظه پیگیری کردند و زحمات را به جان خریدند. سپاسگزار از مسئولان محترمی که تا رسیدن پدر به ایران برای رفع مشکلات سفر از هیچ کمکی دریغ نکردند و آسایش ایشان را فراهم کردند. محمد رضا شجریان در نوروز 95 با انتشار یک کلیپ با موهای تراشیده خبر از یک مهمان قدیمی 15 ساله داد که بعدها مشخص شد وی به سرطان مبتلا شده است. شجریان از زمان اعلام خبر سرطان خود از سال 95 دیگر در محفل‌های هنری حاضر نشد و کمتر کسی موفق به ملاقات با وی شد. در هفته‌های گذشته وضعیت جسمانی وی نامناسب گزارش شد و چندین بار خبر فوت شجریان منتشر و تکذیب شد. محمد رضا شجریان مبدع چند ساز جدید در موسیقی ایرانی است. در اردیبهشت 90 در نمایشگاه تهران این سازها را رسما به نمایش عمومی درآورد. برخی از این سازها عبارتند از سراهی، شهر آشوب، ساغر، کرشمه، سبو. این سازها در کنسرت‌های محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز یا برادران پور ناظری استفاده می‌شدند. مرغ خوشخوان کنسرت محمد رضا شجریان و گروه شهناز در دبی و رنگ‌های تعالی از جمله آثاری هستند که در آن بخشی از سازهای ابداعی استفاده شدند. تولید سازهای ابداعی به دست شجریان با انتقاد زیادی مواجه شد و در نشستی با حضور کارشناسانی همچون جمال سماواتی، حسین علیزاده، داریوش طلایی مورد نقد قرار گرفت. همچنین سجاد پورغنا در گفت و شنودی با حضور موافقان سازهای شجریان به نقد این سازها پرداخت. در پی حوادث سال 88 شجریان با یک نامه انتقادی به زرقامی رئیس صدا و سیما استفاده از سروده‌های انقلابی به خصوص سرود ایران ای سرای امید را غیر شرعی خواند و خواستار توقف پخش این آثار شد. مدتی بعد آهنگ زبان آتش را خواند که بعد از آن پخش دعای ربنای او نیز در صدا و سیما ممنوع شد و از اجرای کنسرت‌های او در ایران جلوگیری گردید. از قدردانی‌ها و جوایز محمد رضا شجریان میشه به نامگذاری یک خیابان به نام شجریان اشاره کرد. در فروردین 98 اعضای شورای شهر تهران با پیشنهاد نامگذاری یک خیابان به نام محمد رضا شجریان موافقت کردند. در این جلسه تغییر نام بولوار فلامک جنوبی و شمالی در منطقه 2 تهران به نام محمد رضا شجریان به تصویب رسید. جایزه بنیاد آقاخان در فروردین 98 جشنواره موسیقی بنیاد آقاخان جایزه ویژه خداوندگار موسیقی را به محمد رضا شجریان تقدیم کرد. هیئت داوران این جشنواره در بیانیه اعلام کرد علت تقدیم این جایزه به محمد رضا شجریان نقش آفرینی مستمر او در غنی کردن میراث موسیقیایی بشر، استادی بی همتای او در موسیقی و تاثیرگذاری اجتماعی او به عنوان یک موسیقیدان و معلم در ایران و خارج از مرزهای این کشور بوده. در 11 فروردین 98 مژگان شجریان به نیابت از پدر این جایزه را دریافت کرد. نشان عالی هنر برای صلح در شهریور 96 در پنجمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح نشان عالی هنر برای صلح سال 96 به محمد رضا شجریان و سه هنرمند دیگر اهدا شد. نشان شوالیه، نشان شوالیه ملی لیاقت در آیینی رسمی شامگاه دوم تیر 93 در سفارت فرانسه در تهران به شجریان اهدا شد. در این آیین شجریان نشان عالی وزارت فرهنگ و هنر دولت فرانسه را از برونو فوشه سفیر فرانسه در تهران دریافت کرد و نامش در رتبه کسانی که این نشان را از دولت فرانسه
دریافت کردند ثبت شد. جایزه بیتا جمعه 28 آبان ماه 89 مراسمی با نام سومین سال بزرگداشت ادب و هنر پارسی در دانشگاه استنفورد آمریکا برگزار شد که طی آن سومین جایزه بیتا به دست بنیانگذارش بیتا دریاباری به محمد رضا شجریان استاد موسیقی ایران رسید. در سال 78 موفق به دریافت جایزه پیکاسو و دیپلم افتخار از طرف سازمان یونسکو در پاریس شد. از آلبوم های استاد شجریان میشه به چهره به چهره، گلبانگ شجریان، چاوش 1-9 اشاره کرد. 25 مرداد 99 استاد شجریان به علت وخامت حال به بیمارستان جمع تهران منتقل شده بودند که با طی کردن دوران بستری حال ایشان بهبود پیدا کرد و به منزل بازگشتند. اما متاسفانه دوباره در 15 مهر ماه 99 حال ایشان وخیم شد و به بیمارستان جمع منتقل شدند. بهمن بابازاده خبرنگار فعال حوزه هنر 15 مهر ماه 99 در توییتر خود نوشت: متاسفانه استاد محمد رضا شجریان با افت سطح هوشیاری و افت سطح فشار خون بار دیگر از ساعتی پیش در بیمارستان جمع بستری شدند. با توجه به شرایط ناپایدار بالینی برای سلامتی استاد دعا کنید. ایشون در ادامه به نقل از دکتر حسن عباسی پزشک معتمد استاد شجریان نوشت: متاسفانه اکنون شرایط ایدئالی ندارند، اما امیدواریم هرچه زودتر مشکلات مرتفع شود. باز هم به نقل از بهمن بابازاده در 15 مهر ماه 99 استاد محمد رضا شجریان از ساعتی پیش در کماست. میزان هوشیاری ایشان به عدد 5 رسیده و پلاکت خون به شدت افت کرده و به عدد 8000 رسیده که کاملا خطرناک محسوب می شود. بهلولی عضو تیم پزشکی استاد شجریان: متاسفانه لحظاتی پیش استاد آواز ایران محمد رضا شجریان بعد از تحمل دورانی سخت از بیماری سرطان لحظاتی پیش در بیمارستان جمع تهران درگذشت. روحشون شاد، یادشون گرامی. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید تا ما رو تو ویدیوهای بعد ترتیب اثر قرار بدید. تا ویدیوهای بعد، خدایا رو نگهدار شما.